ایرانیان نوروز و مراسم بزرگداشتان را به فراموشی بسپارند. به هر حال نوروزتان پیروز باد. در برنامه امروز با آقای سیاوش اوستا گپ‌وگفت‌هایی در رابطه با مسائل ایران داریم و بریم با ایشون صحبت بکنیم، ببینیم که چه مطالب جالبی در این هفته برای در حال این برنامه تدارک دیده. آقای سیاوش اوستا بعد روی خط ما هنوز نیمدن. درود گرم به شما. حالتون چطور استاد سیروس شرفشاهی؟ صداتون رو ندارم من، نمیدونم چی. خب بله، امیدوارم که حالتون خوب باشه، شاد باشید در این جشن چهارشنبه سوری که دختران آریایی ایران رو دارن میسوزونن. دل ما هم داره میسوزه به خاطر غربت این مردم. در ایران استاد سیروس شرفشاهی پس از نیمروز شروع کردن و خصوصا دخترها تو میدون آتیش و عروش میپرن. چند تا آخوند را هم ماشون رو برداشتن در قم و مشهد و تبریز انداختن توی این آتیش ها و سوزوندن. بعد گفتن چرا این کاری کردین؟ گفتن آخه آخوند رو چه دوره به بساطه آتش بازی ما بیاد و چهارشنبه سوری ما بیاد و آتش پریدن ما بیاد فیلم بگیر. صدا رو دارید الان استاد سیروس شرفشاهی؟ میگم صدا رو دارین الان دیگه؟ صدا رو دارین؟ آره؟ بله بله صدا شما رو دارم. بله استاد سیروس شرفشاهی، امشب چون چهارشنبه سوری است و خیلی خوبه که مهربانیاران ما در سراسر جهان با فلسفه بهین و راستین چهارشنبه سوری آشنا بشن و بدونه که چهارشنبه سوری چیه. ابتدا اینکه یه درس خیلی خوب از توش میآموزیم، اون اینه که چهارشنبه سوری که جریان عشق سودابه به سیاوش هست و بعداً توسط تورات گرفته شده و همون عشق زلیخا به یوسف شده. عشق یوسف و زلیخا دقیقاً همون سیاوشه. و بعد تمام این دم دستگاه که اینا رو انداختن به نام امام حسین و اینا توی ایران، خونش و آب و چشنه لب و فلان و اسبش و یا همه اینا افسانه های کهن ایران بوده در رابطه با سیاوش عزیز، سیاوشی که از آتش میگذره تا شرف و پاکی خودش رو به پدرش نشون بده. حالا هرگاه کارگردان برنامه آمادگی داشته باشن یه فیلم کوتاهی هست استاد سیروس شرفشاهی، البته خیلی کوتاهه 6 دقیقه. این از کنم خدمتون که چهارشنبه سوری رو 35 سال پیش من نوشتم برای نخستین بار بر اساس شاهنامه. ریشش چی بوده؟ همون موقع که من این نوشتم، این سخن من جدا از این که در خود ایران به طور گسترده در برنامه رادیو پخش شد و بعد افرادی دستگیر شدن که الان در خارج هستن، پناهنده شدن و غیره، اینا از اون هنگامه از شبکه‌های دیگه، جای دیگه مرتب پخش شد و اینا که امشب یک چکیده ای از اونی که اونجا من تشریح کردم 20 دقیقه است اصلش، ولی اینجا 5 دقیقه 6 دقیقه شده است میشنویم و بعد برمیگردیم. در با شما مهربانیار هستم استاد سیروس شرفشاهی. فقط از مهربانیارانی که نشستن برنامه من خواهش می‌کنم که به نکات بسیار مهمی که در این ویدیو مطرح میشه توجه کنم. با سپاس از کارگردان برنامه آقای شهرتی عزیز که درود دارم به مهندس امیر شجره برادرم، درود دارم به کارگردان برنامه استاد سیروس شرفشاهی و همه عزیزانی که ما رو میبینن و به همه شاد باش میگم چهارشنبه سوری. درست هست و جدیدم هست که سیاوش اوستا برداشت کرده از شاهنامه فردوسی، از پیروز پارسی که نامش و اصلیش بوده و من فلسفه این رو اینگونه یافتم که میدونید سیاوش تقریبا همان امام حسین هست، یعنی سیاوش یکی از قربانیان تاریخ ایران هست که خود افسانه ای دارد. اما افسانه چهارشنبه سوری از اونجا شروع میشه که سیاوش چون مادرش رو در خردسالی از دست میده، 7 سال است که مادرش از دست میده، کیکاووس یک زن دیگه میگیره. این بانو اسمش هست سودابه. سودابه بسیار
عاشق و شیفته سیاوش فرزند ناخوانده خودش میشه، یعنی از مادر یکی نبودن، مادرش نبوده ولی مادر ناتنیش بوده، عاشق اون میشه و به بهانه این که بیاد وارد کاخ بانو سودابه بشه تا با دختران اون و با دختر اون به اصطلاح حالا دیدار داشته باشه و غیره، دست تمام بره به سیاوش. سانه سیاوش و سودابه دقیقا کپیست که تورات از ما کرده، همون قصه یوسف و زلیخا. قصه یوسف و زلیخا چونچه من در کتاب افسانه ها 20 سال پیش نوشتم، بسیاری از افسانه های تورات برگرفته از شاهنامه ماست، از شاهنامه ای که پیش از اسلام وجود داشته، یعنی پیش از این که توسط فردوسی سروده بشه. شاهنامه یعنی تاریخ شاهان ایران، یکی از کتاب های 120 گانه اوستا بوده. این افسانه سیاوش با سودابه هم که چهارشنبه سوری از دل اون بیرون دقیقا شبیه همونیست که در سامی ها از با عنوان یوسف و زلیخا ازش یاد میکنن، ولی ریشش همین سیاوشه. برحال سودابه میخواد دسترازی کنه به سیاوش و با اون همخوابه بشه. سیاوش اعتراض میکنه، میگه تو مادر من هستی، من چنین اجازه رو نمیتونم به خودم بدم که با تو این کار رو بکنم. اینطور میگه فردوسی، میگه فردوسی میگه که سودابه سرش تنگ بگرفت و یک بوسه داد، همانا که از شهر ناورد یاد. رخان سیاوش چو خون شد ز شهر، بیا راست مژگان به خونابه گرد. چنین گفت با دل که از کار دیو، مرا دور دارد کیوان خدیو. نه من با پدر بیوفایی کنم، نه با اهرمن آشنایی کنم. سیاوش اینو میگه، بعد به مادر خودش، مادر ناتنیش خانم سودابه میگه سر بانوان رو هم مهتری، من ایدون گمانم که تو مادری. ای من گمان میکردم که تو مادر من هستی، چرا چنین دید و نگاهی به من داری؟ و به هر حال سودابه که میبینه نقشش براب شده و فرزند ناخوانده‌اش، سیاوش از جای برمیخیزه که از کاخ خارج بشه، درست به سان افسانه‌ای که برای یوسف و زلیخا ساختن، میگه که به تو گفت من راز دل پیش تو بگفتم نهانی، بسیش تو مرا خیره خواهد که به پیش خردمند رعنا کنی، بزد دستو جامع بدری پاک، به ناخون درخ را همی کرد چاک. برآمد خروش از شبستان اوی، فقانش ز ایوان برآمد به کوی. داد و فریاد میکنه که آره سیاوش میخواست به من دست رازی کنه که غیره. یاد میشه کاخ به هم میریزه، کیکاووس حاضر میشه و همون افسانه‌ای که هست رو میدانیم. سیاوش میگه پدر این دروغه، من چنین چیزی نداشتم، چنین نظری نداشتم. سیاوش بیامد به پیش پدر، یکی خود زرین نهاده به سر، گفت پدر من به پدرش میگه برای اینکه من پاکدامنی خودم رو ثابت بکنم، من حاضرم که از تونل و یا راهرو به آتش عبور کنم. اگر من به تندرستی تونستم از این آتش و تونل آتش عبور کنم، که خب تو میدونی که من پاکدامنم، اگرم نتونستم خب در این طرف میشم و میمیرم. بعد میگه سری پر از شرم و تباهیست مرا. سیاوش میگه اگر بیگناهم رهاییست مرا. میگه اگه من بیگناه باشم که رهایی پیدا میکنم و میتونم نجات پیدا بکنم. سیاوش سپه را بدان سان بتاخت، تو گفتی که اسبش و آتش بساخت. من فردوسی بزرگ چه زیبا میگه اسبشم، اسب سیاوشم با آتش میساخته. ز آتش برون آمدم آزاد مرد، لبان پر ز خنده درخ همچون ورد. میره وامیش سیاوش، اسب سیاه خودشو میتازه و میره از آتش عبور میکنه به تندرستی، از اون ور میاد بیرون. چو بخشایش پاک یزدان بود، مرواران لشکر میگه سوار دم آتش و باد یکسان بود. فردوسی بزرگ میگه که اگر خداوند بخشاینده و مهربان یزدان باشه، دیگه آتش هم با باد یکی میشه برای سیاوش. و از اونجاست که مهربانگر سواران لشکر برانگیختن، همه دشت پیشش درم ریختن. یکی شادمانی شدن در جهان، میان کهان و میان مهان. سیاوش به پیش جهاندار پاک، یعنی پدرش، بیامد
بمالید رخ را به خاک که از تفت آن کوه آتش پرست همه کامی دشمنان کرد پست. دشمنانی که قصد تباهی و نابودی سیاوش رو داشتن عزیزم باشون براب شد و سیاوش شادمان اومد بیرون. از اونجاست که در این بهرامشید یعنی سه‌شنبه سال رخ میده و چند روز بیشتر به بهار باقی نیست. پادشاه کیکاووس دستور میده که به یمن این پیروزی آبرو عزت و شرف خودش و فرزندش سیاوش فرمان میده که 3 روز جشن بگیرن و میدونیم که سور مهمانیار یعنی میهمانی یعنی جشن. وقتی که هم سیاوش از آتش میاد بیرون سیاوش را تا در بر گرفت ز کردار بد پوزش را گرفت می آورد و رامشگران را بخاند همه کام ها با سیاوش براند. 3 روز اندران نبود بر در گنج. شاهنامه فردوسی چنین میگه. بله استاد سینوس شرفشاهی، این شرح مختصر و کوتاهی بود بر اساس شاهنامه از چهارشنبه سوری که یکی از بزرگترین جشن‌های ملی میهنی ماست در زمان کیکاووس و سیاوش. سیاوش بسان همه قهرمانان تاریخ ما استاد سینوس شرفشاهی دشمنان بسیاری داشته، همچنان که تا به امروز سرزمین اهورایی ما هرگاه قهرمانی داره، انسانی داره که محبوب هست، قوی هست، دلیر هست و دلاور هست، اندیشمند هست، موجب حسادت و رقابت قرار میگیره و توسط خارجی ها که اصلش هستن یعنی همون روم قدیم که وقتی که شکست میخوره بر اساس سنگکاری هایی که در تخت جمشید هست، روم امپراتور روم میاد زانو میزنه جلوی شاه ایران و شاپور و دستش رو میبوسه. این رو یک خارجی به من گفت، یعنی سالها پیش یک نفری که اروپایی بود به من گفت ما مسیحی شدیم یه چیزایی رو فراموش کردیم، اما اینی که امپراتور ما زانو زد جلو شاه ایران رو هرگز فراموش نکردیم. خب آخه ما مرد حسابی، تو که یونانی نیستی، رومی نیستی، تو روم شرقی بوده، آناتول بوده، ورا بوده، اصلا ربطی به تو نداره، به شما نداره که اروپایی هستی. ولی میخوام بگم استاد سیرز شرفشاهی این کینه و دشمنی که در میان برخی از این غربی ها هست تا به امروز ادامه داشته که ما میبینیم هرگاه که ملت ما به طور دست جمعی و اکثریت به میدان آمدن برای تحول آفرینی در سرزمین اهورایی، اینها آمدن و بایزار یک توطئه با رژیم ها ساختن، رژیم های فاسد از صفویه شما بگیرید تا امروز قاجار و تا آخوندها الان و غیره، و ایران رو با آن سوی بردن که نابودی بوده. ولی اون اهورامزدا، اون ایزد بزرگ و توانا همواره نگهبان ایران بوده، هر چند کوچک شده و هر چند قهرمانانی از دست داده اما مانده، و امروز ما میبینیم استاد سیرز شرفشاهی که چون ققنوس برخواسته و داره میره که در مسیر تاریخی جهان یه خط نو باز کنه به گونه ای که حتی عربستان سعودی رو امروز ایران ما دختران آریایی به زانو در آوردن. چطور؟ به خاطر همین که میشنوید از رویدادهایی که از عربستان سعودی خبراش میرسه که محمد بن سلمان بخشنامه داده در رابطه با این ماه رمضان و غیره، گفته به خاطر روزخوری و فلان و فلان و اذونتون تو مسجد بلند نکید و فلان، کسی اذیت نکنید، آزادیه. یعنی این تازیان که من برنامه مهربانی رو دوست عزیزم فردی توفیقی میدیدم که با ترانه های زیباش و قشنگش خاطرات گذشته رو زنده میکنه واقعا و یک حال و صفای ویژه به پارس تیوی میده، دیدم ایشون اشاره میکرد و همینی که این آخوندها این سیده آمدن به ما میگن جزیه باید بدی، میخوای عروسی بگیری، میخوای جشن نوروز بگیری و غیره. من میخوام بگم اصلا فراتر از هر چیزی ایرانی از همون روز اول بایستی مثل پیروز نهاوندی
مثل هرمزان، مثل پور لگام که کشتند سران اسلام رو و خلفا رو. باید مبارزه کنه، مقاومت کنه، پایداری کنه، نه اینکه اینقدر ذلیل و پست بشیم که دخترای ما رو استاد سیرزی شرف شدیم که اینقدر قهرمانان آمدن در میدان، در بیمارستان و کوچه و خیابان و اماکن عمومی یک آخوند و شیخ و ملا بیاد مزاحم بشه، بعد این شلقم ها و هویج ها مردم از کنارشون همینطور بگذرن بدون اینکه برن بزنن اون پدر سوخته آخوند اون امامه رو تو گردنش بندازن. دشمن اومده تو خونه تو 14 قرن خونه کرده به ناموس تو. بعد جشنای ملی رو استاد همونطور که هفته پیش استاد سیر شرف عرض کردم اونها رو مردم ایران تحمیل کردن به رژیم. استاد سیر شرف شایی تا 10-15 سال اول انقلاب سیاه توی تقویمای جمهوری اسلامی غیر از مرگ و میر سادات تازی و ائمه شیعه هیچ اسمی از ایران نبود، از ایرانی نبود، هیچ اسمی نبود. حتی جشن نوروز رو اینا می‌نوشتن جشن طبیعت، نوروز رو نمی‌نوشتن، چه برسه 13 بدر و چهارشنبه سوری و اینا. این سالنامه رو که ما از همون 40 سال پیش منتشرش کردیم و سال 7000 آریایی پایه‌گذاری شد، هر روز رو به روزی از روزهای تاریخی و جشنهای ایرانی و روز بزرگان اختصاص داده شد و تا به امروز در ایران پاس می‌دارن که الان که من با شما صحبت می‌کنم سیستم مجبور شده که چیزای بسیاری رو که در این تقویم مطرح شده بپذیره. بله. از اینکه زادروج فردوسی، سعدی، حافظ، خیام، رودکی، خیام که تا چند وقت پیش نمی‌داشتن. خیام رو می‌گفتن نه رباعیات، آقا تو بی وطن از صحرا اومدی به سرزمین من تاختی و تا الان داری جنایت می‌کنی، تو کی هستی که برای من تصمیم بگیری؟ استاد سیر شرف شایی، ولی باز هم می‌خوام نوید و خوشخبری بدم که از هنگامی که مهسا رو کشتن اصلا یه تحول دیگه ای در میان ایرانیان به ویژه نسل نو و جوان پدید اومده که شجاعتر یک زن ایرانی امروز استاد سیر شرف شایی، اینو یک روزنامه‌نگار اروپایی نوشته بود دیروز من می‌خوندم، نشون میده یک زن ایرانی از میلیون مرد ایرانی شجاعتر و گستاختر و دلیرتره. این درست و این امید هست که تحول به زودی در ایران پدید میاد و یک بار دیگه فرهنگ آریایی خودش بر اینها تحمیل میکنه. امروز چند تا فیلم به دست من رسید که چون فکر کردم با زوم میریم و اینا دیگه نفرستدم براتون، که در ایران دخترها دیگه سپاه دخترها میان تو خیابون، 1000 نفر، 200 نفر، 400 نفر و شعار میدن ما آریایی هستیم تازی نمیپرستیم. یا این ترانه هایی که بیزارم از دین شما و من زن آزاده هم و اینا رو میخونن دست جمعی، یعنی یک شور و تحولی در ایران به وجود اومده. استاد سیروس شرف شایی خصوصا در این روزهای مانده به نوروز که مطمئن باشید نوروز امسال رو دختران آریایی ما مثل این که نوروز سال گذشته تا امروز خیلی فرق کرد و خیلی پیروزی به دست آوردم، این بیشتر میره و فراتر میره و گسترده تر میره و فردای روشن در راه هست و میرسه. استاد سیروس شرف شایی عزیزم، امشب میدونین که چهارشنبه سوریه و ایرانی ها در همین شهر لس آنجلس تا اورنج کانتی کنار دریا میرن در حال از روی آتش ایجاد میکنن و میپرن، برای اینکه آتش به پا کردن همه جا ممنوعه ولی اجازه میگیرن در کنار دریا سر تا سر از لس آنجلس تا اورنج کانتی به پا میکنن این مراسم حال ماندگار تاریخی رو در قبل از نوروز. بله استاد سیرس شرف شایی، در همین پاریس خوردی ما، پاریسی بی خوردی یعنی کوچولو، امشب من شمردم 12 جا برای
چهارشنبه سوری بود. بح بح. 12 جا، یعنی با اینکه همونطور که فرمودید شما آتش به پا کردن ممنوع در غرب، از سالها پیش که من در برابر برج ایفل چهارشنبه سوری رو گذاشتم و اونجایی که دوتا پلکان داره مثل پلکان تخت جمشید تروکادرو رو و آتش به پا کرده، اصلا موقعی که ژاک شیراک شهردار بود 30 سال پیش، من بهش گفتم، نوشتم گفتم این آتش یک سنت ایرانی آریایی است، محافظت هم میشه، پراکندم نمیشه، کسی هم نخواهد سوخت و و و و تضمین دادیم، اجازه داد. الان دیگه جلو برج ایفل نمیذاریم آتش شدید، ولی نوروزها رو گذاشتیم و چه و چه، ولی کنار رود سن توی جنگل 12 جا امروز در پاریس ایرانیان عزیز میتونستن برن و آتش بازی کنن، از روی آتش بپرن و نوروز امسال استاد سیرس شهرشویی بی سابقه است باز در پاریس. یعنی در پاریس که اون قدیما اگر یک برنامه بود شب عید، بعد دومی اگر گذاشته میشد صندوق نداشت، یعنی مردم دیگه نمیرفتن چون بودجه نداشتن و این حرفا، امسال شب عید پاریس هم شلوغه، همینجور خواننده ها دارن سرازیر شدن بیان اینجا پاریس، خلاصه از بزرگ بزرگاشون تا بزرگ بزرگتراشون دارن میان. خلاصه این نوروز اصلا است. البته الان اینم تو پرانتز بگم یک چیزی رو به بعضی ها، استاد سیروس شرفشایی که بعضی ها خیلی شنیدم کارشون از نظر هنرنمایی خوانندگی اینا رو کمی بیرونق شده و اینا، من اینو بگم الان دیگه این شو بیزنس ایرانی رو مثل سابق نیست که بنده اینجا بهترین سالن رو میگرفتم و بهترین پول رو به هنرمندا میدادیم، اونا همشون محبت داشتن، بابت پول نمیکردن، ولی ما خودمون پاکت های خوب دلار رو بهش میدادیم برای جشن نوروز چه و چه برگزار میکردیم، ما بودیم که کار میکردیم خودمون و مردم که میومدن. الان استاد سیرس شمشایی مدت هاست که میگم دیگه، واضح میگم، محمد بن سلمان این پسر شنگول منگول که مادرش ایرانیه، این تمام اینا رو چیکر میکنه عربستان سعودی و این کنسرت هایی که الان گذاشته میشه که سابقا که مثلا بعضی وقتا یکی میذاشت 100 نفر 200 نفر براش نمیرفت، حالا 500 هزار نفر میرن، اینها دوستان میره برای این میگم که بعضیا ناراحت نشن، حسادت نکنن، شب خوابشو ببره، اینها اسپانسر دارن الان. الان کنسرت ها استاد سیرت شرفشایی با اسپانسر های دلار و نفتی و نفت، مثلا اون موقع به خواننده ما 5,000 دلار یا 10,000 دلار میدادیم، الان اینا بهش 150,000 دلار میدن، ولی اصلا فروش سالن 150,000 دلار نمیشه، ولی 150,000 دلار بهش میدن. خب اینو بدون، اینو میگم که چون من هنرمندان عزیزم و دوست دارم همه رو، چه اونهایی که تو این پکیج ها هستن، چه اونهایی که نیستن، همه شون رو دوستشون دارم. اونایی که تو این پکیج نیستن آخر شب عیدی شاید کار نداشته باشن، پول خوب نسازن، اینا بدونن که این جوریه. یک عده‌ای که رفتن توی همون اینترنشنال دیدیم که حتی بارم تو خود سعودی محمد بن سلمان براشون کنسرت گذاشت، این به خاطر اینه. حالا به هر حال، حالا یعنی الان تو هر شهر 5-6 تا کنسرت بذارم دیگه مشکل گیشه نداره، برنامه گذار نیست، برنامه گذار کمپانی بزرگ نفتی پفتی هست که این جمهوری اسلامی هم برای کاراش درنگی میکنه، تو همه اینا خودش نفوذ میکنه استاد چرخچه‌ای، بعد بعضی پولایی که میخواد خودش خرج کنه یا خودش بایستی وظیفه‌ش که یه کاری بکنه با پولای به اصطلاح مخالفین خودش میکنه، مثل قطر و کویت و عربستان سعودی و ترکیه و و غیره. استاد سیروس شرفشایی عزیزم، این اطلاعاتی که ما به اینا میدیم استاد شرفشایی خیلی مهمه، اخباری که میگیم خدمت دوستان عزیز. بله استاد، در خدمتتون هستم. بله، به هر حال ایرانی ها در لس آنجلس در کنار دریا از لس آنجلس تا اورنج کانتی این مراسم چهارشنبه سوری رو، چون میدونین آتش به پا کردن در همه نقاط امریکا ممنوع، ایرانی ها رفتن کنار دریا این مسئله رو هر سال بهترین نحوی برگزار میکنن و این مراسم ماندگار، به همین دلیل ماندگار شده. استاد سیروس شرفشایی، آیا شما خودتون و مهندس شجره هم از رو آتش پریدین یا نه؟ بله.
چون اون سابق میشد جلوی در تلویزیون پارس آتیش روشن کرد و روش پرید. حالا آپارتمانی این کار امکان پذیر نیست. ولی شهبانو میدونید چیکار کرد؟ شهبانو واقعا خونش آپارتمانیه، جلو روبرو برج ایفل و آپارتمانیه. ایشون میره پشت بوم خونه آتیش روشن میکنه و میپره. بله ایشون علاقه خاصی به مراسم ملی ایرانیان دارن و همیشه اینو اجرا میکنن. اینجا هم ایرانی ها گفتم کنار دریا سراسر از لس آنجلس تا اورنج کانتی جشن چهارشنبه سوری رو به بهترین نحوی برگزار میکنن. زنده باد. همین ایرانی های لس آنجلس استاد چرفشایی میدونید که نقش بسیار مهمی داشتن در پاسداری و نگهداری فرهنگ و سنن و ببیشه موسیقی ایرانی. بار. موسیقی ایرانی رو در این هنرمندان عزیزم استاد سیرس شرفی دیگه چون به نزدیکیم بگیم اون موقع که تفلی ها جایی نبود بخونن و فلان تو اروپا که می آمدن قبلی که ما وکی میکنم که توی گلستون برای 20 تا 30 نفر میخوندم. بعد هم آقای احمد مسعود عزیزم یه خواباری باز کرد خیلی معتبر و خوب که آدم ها خب برنامه خوبی همیشه گذاشته و میذاره اونجا، ولی کنسرت های بزرگی نبود. اینها این شوق و عشقی که ایرانیان آریایی، ایرانیان خردمند، ایرانیان فوکل کراواتی که هنوز حزب الله ها هجوم نیاوردن به لس آنجلس نقش بسیار مهم و خوبی داشتن. ببیشه من میخوام از دو تا جامعه سپاسگزاری بکنم که دو تا جامعه ایرانی یا سه تا جامعه ایرانی نقش مهمی داشتن در تقویت هنرمندا در لس آنجلس. یکی جامعه زرتشتی ها، یکی جامعه بهایی ها و یکی هم جامعه یهودی ها. این سه همونطور آداب و سنن و جشن ها و سنت های آریایی رو ببیشه برای ازدواج و چیزهای دیگه زایش فرزند و اینها جشن میگرفتن و میگیرن که اینها موجب شد موسیقی ایران استاد کیروس شرفشاهی در خارج از کشور لاغر بمونه که بعد بچه ها بتونن دارن کنسرت بکنن انجام بدن یا کنسرت ندن لاغر هفتی یکی عروسی جای ختن سوران اینا باشه. و این واقعا جا داشت که بنده امشب بگم. و استاد سیروس شرفی اجازه بدید چون شب عیده یک یاد دیگه هم بکنم از یکی از رفقام که دیگه با ما نیست، نقش مهمی داشت در همین کار موسیقی ایران رو نگه داشتن، امیر کعبه‌ای، رفیق امیر شجره. دوتاشون امیرن، یکی پارس ویدیو یکی پارس تیویه و یک مدت هم اینا نزدیک هم بودن. امیر کعبه ای که من روان شاد خیلی کمکش کردم در اروپا که این همین بیزنسی که داشت اینجا هم رونق پیدا کرد توی اروپا و غیره. بعد افراد دیگه مثل دوست نازنین آقای مهداد پاکرمان عزیزم که کالتکس رو داره و تبریایی و دوست نازنین دیگه مون که ارمنی هستن و شریک ایشون هستن شرکت ترانه رو دارن که آقای توفیق مرتب اسمینا رو میاره. اینها نقش این سه تا کمپانی، بعد کمپانی های دیگه آقای زمانی اینا اومدن حالا نام سپاس، ولی سه کمپانی استاد سیروس شرفشاهی نیست. با زدن کاست، با زدن سیدی باز نقش بسیار مؤثری داشتن در تقویت موسیقی ایرانی در خارج از کشور، هرچند در ایران که شکوفا شده که دیگه هر کسی الان یک ساز بلده میزنه. ولی این عزیزانی که منصور بیبیان رو اجازه میخوام ازش سپاسگزاری کنم چون منصور هم خیلی زحمت کشید، آقای کوروش بیبیان که تلویزیون رو، ولی این امیر شجره استاد چرفچه، این امیر رفیق ما آقای مهندس امیر شجره، یادمون نره که اولین رادیوی 24 ساعته امیر شجره رو انداخت که بعدان آقای مروتی ازشون خرید. خیلی بایستی از امیر تشکر و سپاسگزاری کرد. امیر شجره نقش مهمی داشت و بعد همین تلویزیون پارس رو که ما می‌بینیم پایدارترین و خیرتمندترین تلویزیون مونده. اینها همه استاد سیروس شرفشاهی نقش بسیار مهمی داشت در آنچه ما امروز در ایران می‌بینیم. پیش اومده که نسل جوان آریایی ما فرهیخته و آزاده و ایران دوست و دور از تازی. آقا دیگه خیلی مهم است تا چیز شب شد دختری میگه امام حسین که تو میگه امام حسین فرام شد جد آباد من نیستم، یا برو خانم دیگه میاد سینه باز میکنه میگه
شمشیر حسینی تو بخوای به من بزنی بزن، کم زدی. اینا تو خود ایران استاد سیروس چرفشی، تو خود ایران. خب همه اینهایی که عرض کردم، چون اونهایی که موسیقی تقویت کردن، چون اونهایی که تلویزیون خردگرایانه رو تقویت کردن، راه انداختن، نقش بسیار مهمی داشتن که این پیام به ایران رفت. و خلاصه از سیاوش اوستام سپاسگزاریم که برای اولین بار ماهواره در ایران پخش کردن مالزی آدابای رو، و بعد پس از اون ادامه پیدا کرد در ماه‌های نخست که ماهواره ما برای ایران پخش می‌کردیم، مال لس آنجلس رو، که برنامه‌های من با میبودی هم اونجا پخش می‌شد، که نقش مهمی داشت زدن احمد خمینی، دامادش رو گفتیم. اون مقطع یک قرون پولم داده نشد، یعنی بنده اینجا مداخله کرده بودم، به رایگان چندین ماه پخش شد، بعدم که پول درخواست شد که قرار داد به مندن. این رو باید بگم که تو تاریخ بمونه، اینا یک مسئله تاریخی مربوط به تاریخ معاصر ماست. و بعد هم هزینه های خیلی محدود و کمی بود، که به هر حال بعد که دیگه چیز شد، شوربختانه تلویزیون ها زیاد شده، و برای سیزی های آتابای آرزوی تندرستی دارم زیای عزیزم، ولی مهندس شجره دیگر بار رفیق هم داره شادوش میگم که چون خودش متخصص و مهندس این کار و سیستم بود و مدیریت خوبی داشت، نقش بسیار مهمی داشت در رشد خردگرایی در ایران استاد سیروس شرفشاهی. بله، به هر حال به سال نو ایرانی نزدیک داریم میشیم، هفته آینده در چنین روزی سال نوروز در راه میرسه و ایرانی ها همه این روزا در لس آنجلس هم کاملا مشاهده میکنیم که در تلاش هستند که این عید باستانی رو به بهترین نحوی برگزار بکنن. خب این تلویزیون پارس هم در چند روز دیگه شروع میکنه مسائل دهال نوروز رو و موسیقی و هنر ایرانی ها رو در اینجا عرضه میکنه به بینندگان عزیز ما، به ایرانیان مقیم این شهر و سراسر جهان، حتی شما در فرانسه، در اروپا، در ایران، همه این برنامه های نوروزی تلویزیون پارس رو خواهید دید هفته آینده. واقعا خسته نباشید استاد سیروس شرفشاهی. من اجازه پروانه میخوام که از شما سپاسگزاری کنم، عنوان یک روزنامه‌نگار کهنه‌کار ایرانی، استاد ما چندین هزار روزنامه رو روزانه در آوردی. من خودم از 14 سالگی روزنامه نگارم، سردبیر چند روزنامه بودم و هستم، میدونم که کار دشواری است. ما یک شماره میخوایم در بیاریم مشکلات داریم استاد سیروس شرفشاهی، ولی شما روزانه چندین هزار شماره منتشر کردید این صبح ایران رو، و یکی از پایبران مطبوعات ایران در خارج از کشور. من میخوام از شما سپاسگزاری کنم و از امشب خلاصه شب سپاس از امیر شهرتی سپاسگزار هستم و کارگردان های دیگه که توی این تلویزیون پارس اومدن و زحمت کشیدن، نه برای پول، برای ایران، برای سرزمینشون در کنار امیر شجره بودن و هستن. اینها همه استاد با هم بود که دست در دست هم داده شد تا اینکه این جو. من امروز استاد سیروس شرفشاهی رو به شما بگم، من ایران رو امروز پیروز میدانم، یعنی ایران جنبش و شورشی که به پا کرد از زمان مهسا تا الان به پیروزی رسیده. پیروزی مقطعی و مرحله‌ای و گام به گامه، گام های ستورکی که دختران و زنان ما برداشت. شما ببینید مهسایی که زدن کشتن تو ایران، به نامش دبیرستان ها زدن، خیابان ها زدن، بنر توی جادار رسمی زدن، کسی جرأت نداره بیاره پایین. استاد سیاس شرفشاهی کیان پیر فلک دبیرستان براش زدن به اسمش، و یک بت و سمبل برای ملت ایرانه. در ایران شیخ و ملا دیگه جایی نداره، زمان اینها تمام شده. همین که ما میبینیم یک زن شیخ که تا دیروز باید مجبور بود زیر چادر چاقچور باشه، نصف ارث ببره، کشتزار باشه، هر جور خواستن بهش تجاوز کنن، یک زن شیر، ده تا زن شیر میرن جلوی آخوندهای بی شرف وای میستن دلیرتر از صد. اینا پیروزی استاد سیروس شرفشاهی. این که دیگه جرأت نمیکنه کسی بگه رو سریت سرت کن، بچه های ما آزاد را میرن. استاد شرفشاهی حفظ نشد براتون بفرستم، حالا میبینید
میرن جلو مساجد، دختران آریایی جلو مساجد میرن میرقصن، ورزش های رزمی انجام میدن، ملاق میزنن، کنفو کاراته میرن. اینها پیامه که فردا اگر کسی بخواد بعد از این انتخاباتشون بیاد بخواد زور چپون کنه چادر مخور، این بار این دختران آریایی یک تن صد تا شما رو حریفه. این دختران آریایی امروز ما همه گرد آفریدن، نشون میدن. یعنی الان توی شبکه ها که میریم استاد سیروس شرفشاهی، میبینیم از نظر هنر خوانندگی، هنر رقصندگی، هنر رزمی به ویژه و تقلید صدا، لب، این همه هنره، این همه هنره. شما یه حدیث کشتید، یک حنانه رو کشتید و نیکا رو، چون هنرمند بودن میرقصیدن، ترانه میخوندن. اینقدر الان تکثیر شدن اینها استاد سیروس شرفشاهی که در روز شما بخواید 3-4 ساعت اینا رو بشمارید روی اینستا و جاهای دیگه، فرصتش ندارید. این نسل پیروزه و پیروزی به همینه که شیخ آخوند و ملا استاد سیروس شرفشاهی روز به روز عقب کشیده. اینا دیگه میترسن، اینها که دیگه الان میاد یار به جای سلام میگه درود بر شما فلانتان فلان، درود بر شما، ما کشایارشا، ما یعقوب لیث مقبرش رفتیم، مقبره یعقوب لیث رفتیم ساختیم، ما شاپور که روم در برابر زانو زد رفتیم مقبرش رو آباد کردیم ساختیم. اینا ترسشونه، اینها پیروزی ملت ایرانه، اینها چنین است که برتر از این و بهتر از این خواهد شد، ولی به شرطی که این مردها و پیرزنها بیان مثل دخترها شیر. من استاد شرفشاهی چیزی رو بگم خیلی دلم سوخت. دو تا دختر اومدن توی ایران و لباس حاجی فیروز پوشیدن و شروع کردن به زدن و رقصیدن و اونا. اینها در دقایق اولیه یک نفر دور اینها جمع نشد، من به خودم نفرین کردم. بعدن باز اینا دارن میزنن میرقصن میخوان بزنن برن، باز مردم همونجور رد میشن، اینجور نگاه میکنن با ترس و وحشت میرن. من میخوام بگم این مردم نمیدونم چی، دو تا دختر، دو تا آناهیتا، دو تا گردآفری جون خودشون رو ریسک میکنن برای تو، نه برای پولی که شما بخواید بدید به اینها که دارن. اونها اینها گردآفرینن، کار اینها استاد سیروس شرفشاهی درست مثل همون شمشیر زن گردآفرید هست، آرتمیس هست و بچه‌هایی که روزهای نخست انقلابی دوبار گفتم نمیگن که کسان بدانن، استاد شرفشاهی روزهای اول انقلاب بچه های عمرای ارتش، چون میدونید چند هزار امیر ارتش و گروهبان و یعنی درجه دار و افسر اینا رو اعدام کردن که اسمار ما منتشر کردیم و خوشبختانه توی همین تقویم هم لیست شهدا رو گذاشتیم، لیست شهدایی که کشته شدن، ولی چندین هزار تا عمرای ارتش ما رو که کشتن هم روز اول خلخالی بیشرف که فقط اسم 7-8 تاشون سر زبان افتاد. بچه های اینها، من خودم ایران بودم اون موقع استاد چرکی، دخترها ترک موتور می نشستن تت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 
تیرباران رو همین کمیته و تا یک مدت رژیم مونده بود همون روزای اول انقلاب که اعدام میکرد شبا همه کشته میداد. این دلاوری ایرانی همیشه بوده و هست و خواهد بود و ایران داره گام به گام رو به آزادی میره. استاد شرفشاهی عزیزم، بله این تقویم امسال شما منتشر شده و هنوز به دست ما نرسیده. استاد شرفشاهی این چاپیش امروز در اومد، ولی روی پی دی اف اینترنتی که تصویر مبارک شما هم هست و روی با پی دی اف هست که براتون فرستادن با پی دی اف هم. یعنی اگه دوستان برن روی ایران7000.com روی ایران7000.com که بریم همین نیا کنین، این هم عکس امیر شجره، این عکس امیر شجره همه هستین، شما هم هستین استاد چیزی شرفشه و این هم تقویمه. دوستانی که برن روی ایران7000.com این پی دی افش جان، چون الان خیلی از پی دی اف استفاده میکنن، ولی برای شما عزیزان دیگه این پستیش ارسال میشه از فردا میرسه خدمتتون و تمام روزهای تاریخی توش هست و این روزهای تاریخی که بچه ها استاد سیروس شرفشاهی در ایران نمیدونید بچه های زیادی کانال های
یوتیوب زدن، کانال های اینستاگرام زدن، چه کارهای زیبا و قشنگی از ایران باستان میکنن، با نقاشی، با تصاویر زیبا، فیلم های زیبا میسازن، با کلام شیوا و قشنگ، و تمام تاریخ ایران رو که ما در کتاب ها تیتراش گفتیم، اینا اومدن جنگ اعراب و سرنگونی های حکومت های ایرانی رو، مقاومت های آریاییان در برابر اعراب، اینقدر کار قشنگ کردن که حد نده. حالا استاد 33 شب شد، نکته آخر اینی که تمام سفرهای اروپایی در تهران امروز یه تکسی رو منتشر کردن، دیروز یعنی، که هر کدومشون یه خط به فارسی میخونه و نوروز رو شاد باش میگن. این مامورا و سفیرای تمامی دولت‌های اروپایی در داخل ایران، چون اینا ایران شناسن، زبون بلدن، چه هستن، ما مخلصشونیم و از این کارشون استفاده کنیم. بله، به هر حال امیدواریم که در داخل ایران هم با همه مشکلاتی که ایرانیان عزیز دارن، این نوروز رو به بهترین نحوی برگزار کنن و این یادگار دیرین قرنها باقی بمونه و به حال ایرانی ها حاضر نشن هرگز تن به این ذلت و خواری آخوندی بدن و اونها رو در برابر این تمدن باقی مانده قرنهای ایران همیشه پایدار بمونه و ایران و ایرانی نوروز رو گرامی بداره. در پاریس نوروزتون چجوری برگزار میکنین؟ اونجا هم هست مراسم نوروزی؟ استاد 33 شب شد نوروز که میدونید که دو ساله که یونسکو در سطح جهانی رو به عنوان جشن جهان به رسمیت شناخته و به عنوان جشن جهان اکثر شهرداری های پاریس سالن هاشون رو در اختیار میذارن که جشن نوروز برگزار میشه. از قبل عید، شب عید که چهارشنبه است، چهارشنبه اول فروردین هست، فروردین چهارشنبه دیگه. و بعد استاد 33 شب شاهی کنسرت های زیادی هست. خوشبختانه امروز نوروز به گونه ای شده که مثل نوئل و کریسمس همه اروپایی ها میشناسن و بزرگ میدارنش و در جشن و شادی و شور هستن. بسیار خوشحالیم. در حال یک عید همبستگی ایرانی هاست، عید نوروز روز همبستگی ایرانی ها با همه، و این آخونده خیلی تلاش کردن که این به تدریج اینو محو بکنن از صحنه در حال برنامه های ایرانی، ولی نتونستن، برای اینکه ایرانی ها این نوروز رو بسیار بسیار گرامی میدارن، ولی میدونن که سابقه تاریخی اون برای هر ایرانی چقدر ارزش داره. استاد چرشهران یک کاغذ به من دادن که از ایران خبر اومده که تو مشهد حدود 20 تا عمامه رو انداختن تو آتیش سوزوندن، 20 تا عمامه، و همین کار در اصفهان و چندین شهر دیگه شده. عجب اینا با هم خبر میدن استاد چرشهران، مثل که تو فیسبوک و اینستاگرام، یعنی اینطور که اینجا نوشتن میگه 30-40-50 تا عمامه که انداختن تو آتیش سوزوندن، سفید و سیاه، خبرش اومده. خلاصه استاد 33 شب شاهی میگه یک بار دیگر نسیم نوروز وزید، دلها به هوای روز نو باز تپید. نوروز خوش است و جشن نوروز خوش است در خاک وطن، بله، نه در دیار طبیعی. بسیار در حال خوشحالم که شما را همیشه تو این برنامه داریم با مطالب جالبی که عنوان میکنین. نوروزتون پیروز باشه و خانواده این روز رو در حال با مراسم سالهای سال گذشته در حال گرامی بدارن و هر ایرانی این جشن نوروز رو به بهترین نحوی در هر جای جهان که هست برگزار بکنه که این جشن تاریخی پایدار بمونه. از شما سپاسگزارم، وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. استاد 33 شب شاهی، خواهش می‌کنم الان براتون تموم شد، اومدین پایین، برین امیر شجره رو از طرف من 4 تا ماچ بکنین به خاطر عید. مرسی. خواهش می‌کنم. بسیار ممنون از شما. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم. بدرود. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای
سیاوش اوستا و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. نوروزتان پیروز، بدرود تا